خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم در خدمت شما هستم، در کنار شما هستم و در خدمت شما و با شما عزیزان بیننده هستم. خواهش میکنم که دیگر دوستان رو هم دعوت بکنید، حتما امشب به لایو ما تشریف بیارن، چون یک موضوع بسیار مهمی رو قراره امشب اینجا واکاوی بکنیم، در موردش بحث و بررسی بکنیم و خلاصه خروجی مثبتی در بیاد که همه شما از این موضوع راضی بشوید. راستش بخوام یه چند روزیه که یک پیامی دست به دست میشه تو فضای مجازی و خیلی ها هم از دوستان حالا رو بحث نگرانی و رو بحث علاقه‌ای که به این همکار عزیزمون جناب آقای فرشاد آشور داشتن، پیامی رو که داشت حسابی وایرال میشد تو فضای مجازی رو برای من هی میفرستادن و از من میخواستن که من اظهار نظر بکنم. خب نمیشد در یک روز من بخوام به 50 نفر به 100 نفر هی بگم که نصب کنید، این طور نیست، این اتفاق افتاده و اینها. گفتید یک بار برای همیشه امروز بیاین و تو این برنامه تکلیف رو مشخص بکنیم، دو طرف دعوی رو بیاریم برای برنامه به صورت زنده لایف و بخوان اینجا واقعا رو در رو فیس تو فیس با هم گپ بزنن، به نتیجه برسن، اون اشکالاتی که به وجود اومده، اون بحثایی که به وجود اومده رو بخوان با هم اینجا یه جورایی واکاوی بکنن، پرسش و پاسخی بشه که شما مردم عزیز ایران میتونید خودتون بهترین قاضی باشید و نتیجه کامل رو بگیرید. اما اون موضوعی که این روزها خیلی داشت وایرال میشد، متاسفانه، البته من پس زمینه قضیه رو میدونم چیه، اما من قرار نیست امروز اصلا بیام اینجا اظهار نظر بکنم. اظهار نظر رو در انتهای برنامه میسپاریم به خود شما بینندگان عزیز و میتونید کامنت بکنید. اون چیزی که این روزها داشت وایرال میشد و شما خیلی بر من ارسال کردی، از اقصی نقاط دنیا شما ایرانیان عزیز بر من فرستادید، این موضوع بود. من این رو میخونم، بعد از اون من دعوت میکنم از دو تا از میهمانان برنامه که بیان و رو در رو خلاصه با هم بحث و بررسی بکنن در مورد این موضوع. به هر حال وقتی من بیام اینجا ادعایی میکنم باید اسناد و مدارکی داشته باشم، وقتی طرف مقابل میاد میگه نه اصلا اینجور مسائل به من نمیچسبه، باز باید خلاصه بیاد و قویاً در موردش بحث و بررسی بکنه که یک جورایی محکمه پسند بشه. این موضوعی که این روزها داشت عرض میکردم خدمت شما تو فضای مجازی وایرال میشد این موضوعه. فرشاد آشور طنز پرداز رشتی هم همکار اطلاعات سپاه از آب درآمد. فرشاد آشور همکار اطلاعات سپاه باعث دستگیری بسیاری از مبارزین در شمال کشور شده است. او با پوشش مخالف سیاسی به خارج اعزام شد برای تبدیل سلطنت طلب و خبرچیدی در ادامه مأموریت خود به یک موضوع وزارت اطلاعات در شهر کلن آقای ترابی وضع شده و مصاحبه سفارشی تهیه کرده. فرشاد آشور که موضوع اطلاعاتی سپاه هست تحت نام مخالف و جوکر و طنزپرداز مخالف وانمود کردن عامل جذب خیلی از فعالین مخالف رژیم در شمال ایران به طور خاص در رشت و انزلی شد. طبق گزارش برخی از زندانیان در قیام 1401 به بعد خیلی از این فعالین توسط این موضوع شناسایی و دستگیر شدند. چندین کانال تلگرامی و اینستاگرامی و توییتر توسط این شبکه راه اندازی شد و کانال های پیج جوانان نمیدونم محلات رشت و فلان و اینها برای آزادی با مبارزه ولی سلطنت طلبی برای جذب و شناسایی نیروهای مبارز و به دام انداختن آنها در شمال ایران فعال می باشند. خیلی های شما لطف داشتید به من و این پیام رو برای من فرستادید، گفت آقا اظهار نظر بکن. من بعضا برگشتم گفتم دوستان آخه هر ادعایی رو که آدم نمیتونه بدون سند و بدون مدرک یک جورایی قبول بکنه، دیدم خب نمیشه به همه دیگه نمیشه پاسخ داد. به همین خاطر من امشب دعوت کردم از جناب آقای فرشاد آشور و دعوت کردم و دوستی که ادعا میکنه ایشون به هر حال عامل نمیدونم اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه، قرار جفتشون بیان با هم اینجا صحبت بکنن، بحث و بررسی بکنن و خلاصه به یک نتیجه‌ای برسن و شما عزیزان بیننده میتوانید قضاوت بکنید. اما یه موضوعی رو من فقط قبل از اینکه دعوت بکنم از این دو دوست عزیز ما که تشریف بیارن به برنامه، اینه که متاسفانه همین موضوعی که الان داشتم برای شما میخوندم وایرال شد. یکی از دلایلی که خیلی وایرال شد به خاطر این بود که اون آقای عالی پیام طنزپرداز نمیدونم شاعر چی هست به نام آلو برداشت این رو منتشرش کرد. خب خیلی طرفدار داشت، خیلی دنبال پیجش رو پیگیری میکردن مخاطبین عزیز ما در اقصی نقاط کشور. آمد حالا نمیدونم دانسته یا نادانسته این کار رو انجام داد و این رو
دوباره وایرالش کرد، اما من دیدم که ساعتی قبل ایشون آمد در پیج خودش عذرخواهی کرد از آقای فرشاد آشور بابت اینکه اشتباه کرده، خیلی زود قضاوت کرده. حالا خود فرشاد میاد در موردش صحبت میکنه، اما حالا بریم اون دوست عزیزمون رو هم امشب داشته باشیم، آقای اشکان رو، که اصرار داره که عنوان بکنه جناب آقای فرشاد آشور عامل جمهوری اسلامیه. خب اگر اجازه بدید بذارید من این دو تا دوستان، دو تا از عزیزان رو بیارمشون بالا. تشریف دارید بیاین که ما بخوایم بحث رو شروع بکنیم. درود بر شما پیمان جان عزیز، امیدوارم خوب باشی، و درود به تمام بینندگان عزیز، امیدوارم حال شما خوب باشه. فرشاد آشور هستم، کمدین متواری مفسد فلرز، در خدمت شما. خب فرشاد جان خیلی خوش آمدی، دست شما درد نکنه. ما به هر حال بعد امشب مشخص میشه، چون خود شما هم فکر کنم در جریان باشید، خیلی دیگه بلد. این بحث داره لوس میشه تو فضای مجازی، هی دارن خلاصه چه میدونم افترا میزنن، حالا هی دارن یک جورایی نمیدونم دارن همه رو به جون هم میندازن، جمهوری اسلامی بیرون نشسته و داره لذتش رو میبره. من دیدم که این آقای عالی پیام، اگر اسمش رو اشتباه نگفته باشم، بله، تو پیج خودش از شما عذرخواهی کرد. میخواین یکم توضیح بدید در این خصوص؟ بله، امروز آقای عالی پیام بعد از اینکه اون آقای اشکان سلیمانی که الان داره میاد در لایف، این به هر حال این مطلب رو در مورد ما کار کرد، و عده‌ای از دوستانی که حالا مخالف سامانه پادشاهی هستن بسیار بسیار استقبال کردن از این مطلب ایشون. یکیشون هم آقای عالی پیام بود، از همه گنده‌ترشون آقای عالی پیام بود، که ایشون هم این کار رو انجام داد، که حالا بر تقدیر امروز خدا به دلش انداخت، حالا نمیدونم چه جوری بود، به ما زنگ زد، به ما زنگ زد و ما با هم 37 دقیقه حرف زدیم. پس از خب برحال آقای عالی پیام کسیه که سالها در وزارت امور خارجه بوده، رئیس میز افغانستان در وزارت امور خارجه بوده، کارمند رکن اصلی سپاه پاسداران بوده، آدمیه که بالاخره حالیش میشه چی به چیه دیگه، میدونی؟ آدم ناپخته نیست، 68 سال سنشه و تمام عمرش رو برحال کار سیاسی داشته. به طور رسمی از بنده عذرخواهی کرد، حتی میخواست مکالمه عذرخواهی ما رو به اشتراک بذاره. من گفتم نیازی نیست، همون تو پیج خودت، تو کانال تلگرامی خودت یه عذرخواهی بکن و جریان رو بگو که این کار رو کرد. و به طور رسما بنده خدا حالا گواه ما اشتباه کردیم، فرشا جان منو ببخش، از ما عذرخواهی کرد و گذاشت تو پیج خودش و تموم شده رفت. ما با ایشون هیچ مشکلی نداریم و قضیه حل شد. این از آقای عالی پیام. خب خیلی هم خوب. آقای اشکان اگر شما آمدید، چون من به شما گفتم به محضی که برنامه شروع شد شما تشریف بیارید، درخواست بدید که من شما رو بیارم بالا، چون واقعا زیر وقت هم داریم، اگه قرار خیلی از مسائل رو اینجا مطرح بکنیم. به هر حال شما یک ادعایی رو داشتید. بله الان فکر کنم آمدن، اگر هستن که من بله ایشون آمدن. به هر حال آقای اشکان امیدوارم که الان بتونن بیان بالا، چون اولش میگفتن که یه دونه از پیجای من یه جورایی بلک شده نمیتونم بیان. من بهشون گفتم یه پیج دیگه بسازید که با اون بتونید بیاین بالا، امیدوارم که حالا این با پیج دومش باشه. عرض میکنم خدمت شما. به هر حال این دوست عزیزم آقای اشکان، حالا خب ما امروز با ایشون آشنا شدیم، با ایشون گپ و گفتگو هم داشتیم قبل از برنامه، ادعا داشتن که حالا من دلایلی دارم، اسناد و مدارکی دارم که اینجا بخوام ثابت بکنم آقای فرشاد آشور عامل جمهوری اسلامیه، نمیدونم به مفسد فلرس، ایشون همکار اطلاعات سپاس و اینها. به هر حال اینجا این برنامه لایو، نه قرار ما اینجا چیزی رو مونتاژ بکنیم، نه دستی ببریم، نه قرار اتفاقی اینجا بیفته. میتونید بیاین ادعای خودتون رو، گفت من اسناد و مدارکم دارم، گفتم خب تشریف بیارید، اسناد مدارک خودتون هم با خودتون بیارید، اینجا یک ساعت ما به شما وقت میدیم که بخواین ثابت بکنید که جناب آقای فرشاد آشور حالا عامل جمهوری اسلامی یا حالا هر چیزی، بتونید اینو ثابت بکنید. به هر حال مدارک و مستندات باید باشه، یا حالا خلاصه نمیدونم چه چیزهایی رو در اختیار دارید، اونها رو
بیارین، ما اینجا در خدمت شما هستیم. الان نزدیک 1500 نفر هم دارن این برنامه رو میبینن. خلاصه این دوستان میتونن قضاوت بکنن که ساعت دیگه این برنامه میره در یوتیوب، و یوتیوب هم خب هزاران ده ها هزار نفر اونجا این برنامه رو میبینن. همه میتونن برای ما کامنت بکنن و واقعا اقتباس خودشون رو یا نتیجه گیری خودشون رو از بحث امشب برای ما بنویسن. آقای اشکان عزیز، اگر تشریف دارید بیاین بالا که ما بخوایم برنامه رو شروع بکنیم. فرشاد، خود تو اولا این موضوع رو دیدی که داشت حسابی تو فضای مجازی میچرخید، واکنش تو چی بود؟ دوست دارم بشنوم. بله، من واکنش رو خندیدم من برای اینکه بر تقدیر نمیدونم، من اصلا وقتی که اینو دیدم، این آقا وقتی که برای من، خب من اولین بارم نیست، در طول مبارزه خیلی از این رسم چیزها میاد به سراغ آدم و ما هم بیگانه نیستیم، خودت هم میدونی دیگه پیمان جان، با این مقوله ما آشناییم که جمهوری اسلامی و حالا عوامل این بر اون برش چپ و راست و فلان اینا سعی در تخریب کسانی دارن که درست دارن کار میکنن. و برای من زیاد تعجب آور نبود، از این رو من اصلا حرف نزدم، چند روز سکوت کردم و اصلا زدم این آقا رو بلاک کردم. امروز از بلاک این آقا رو در آوردم، اصلا نه جایی اسمش رو گفتم نه جایی حرفش رو زدم. به هر حال یک جوانیه که خامه، به هر حال جویای نامه، حالا شاید هم یک مدارکی داشته باشه، من سپاهی باشم نمیدونم، بیاد ببینیم، شاید ما خودمون خبر نداریم. اشکان جان ببخشید، اشکان جان شما الان فکر کنم این با این پیجی که میخوای بیای بالا، اینجا تو یه جورایی ریپورت شدی، نمیتونی بیای. شما یک پیج دیگه هم داشتید که سیگار برگ داشتید تو دهنتون و اینها، اون عکسش هم برای من فرستادید، با اون بیاین بالا، من شما رو بیارم بالا که دیگه بخوایم برنامه رو شروع بکنیم دیگه، اگر لطف بکنی. چون من اولا به شما گفتم در ابتدای برنامه درخواست بدید که تشریف بیارید بالا، ما بخوایم سریع پرسش پاسخ رو داشته باشیم دیگه، وقت عزیزان بیننده گرفته نشود. بذارید ببینم با اون یکی اگر لطف بکنید. شما الان همش دارید با همین اشکان جا با این، شما عرض کردم خدمتتون اینجا هی می نویسه ریپورت، بعد با یکی دیگه بیاین بالا، با اون یکی پیجی که امروز درست کردید. من عرض کردم خدمت شما که اگر بله، ایشون من دیدم که ایشون یک پیج نیو، یعنی روش نوشته بود نیو، پیجی که نیو باشه ریپورت نمیشه، با همون پیج بیان کفایت میکنه دیگه. خوره همین، ما منتظر ایشون هستیم که بیان. واکنش نسبت به این قضیه چی بود میگی؟ برای من واکنش ها نسبت به مردمی که به من پیام دادن، مردم خدا رو شکر آگاهن، مردم ما رو میشناسن، شناسنامه ما رو میدونن، روی کرد و کار کرد و عمل کرد ما، من پروندم تو صورتمه داداش گل من، من مردم ما رو میشناسن، میدونن ما چی کار کردیم. ما امسال نیومدیم، ما سالهاست پیمان جان دیگه خودت میدونی، من سالهاست دارم با رژیم صفاک و ننگین جمهوری اسلامی مبارزه میکنم و واقعا این مردم هر کی هم برای من میفرستاد با خنده میفرستاد و میگفت آقا فرشاد ببین دارن تو رو تخریب میکنن. یعنی فقط یک نفر به من فرستاد که آقا فرشاد این چیه، لطفا توضیح بده. خب ما الان اومدیم توضیح بدیم بر تقدیر، اوکی اومدیم ببینیم چی اصلا، ما ببینیم اول ما ببینیم تفهیم اتهام بشیم، متهم بشیم، مدارک، اسناد، هر چیزی که هست ما ببینیم چه اسنادی، گفته ها و شنیده ها که نمیشه مدارک که. الان من بیام برای خودم آقا بزنم مثلا آقای پیمان بهبودی آقا فلان، مدارکی دارم. شما آقای رضا سقطی لبات کرد، فیلمش پخش شد، ما تونستیم پخش بکنیم. اگر همینجوری بدون فیلم می اومدیم می گفتیم آقا رضا سقطی لبات کاره، کسی قبول میکرد؟ خیلی برحال یک حرف. امروزه مردم آگاهن و رسانه قویه، بر تقدیر ما منتظریم، به قول انگلیسی I'm waiting for. فرشاد اینجا یه اسمی آورده شده، کجا بود؟ در شهر کل حالا به نام آقای ترابی. این آقای ترابی را آیا میشناسی؟ بله، آقای ترابی پسر بسیار خوب. آقای ترابی 18 سال در کمپ اشرف بود، یکی از اعضای، لطفا اینو خیلی با دقت، یکی از اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق بود. به محض اینکه آقای ترابی با من لایو گذاشت،
یک ساعت و 40 دقیقه و ابعاد گسترده ای از جنایت های مریم رجوی کثیف و مسعود رجوی کثیف رو افشا کرد، چون کسی که 18 سال در کمپ اشرف زندگی بکنه و در آلبانی زندگی بکنه و 7 سال مادر این آقای ترابی که الان میگفت من اونو اصلا به مادری قبول ندارم، مادرش جزو تیم سکوریتی مسعود رجوی بود. بعد از این که من با آقای ترابی لایو گذاشتم شروع شد منو زدن، شروع کردن به تخریب من در توییتر فلان بسار. به هر حال نمیدونم این برادران و خواهران مجاهدین خلق بودن کجا بودن، از به کجا بستن. بر تقدیر پرده ها دریده شد، یک سری ناگفته ها واقعا آقای ترابی گفت، یک سری چیزهایی گفت که واقعا هیچ رسانه‌ای تا حالا نگفته بود و اون در یوتیوب من نزدیک 100,000 بازدید خورد، اون لایوی که من ذخیره کردم و همون روز در لایو 4,000 نفر تو لایو بودن همزمان و این بسیار بازتاب گسترده ای داشت. آقای ترابی یکی از بچه های بسیار خوبه و الان به سمت پادشاهی ها اومده و پرچم شیر خورشید رو داره و در تجمعات هم همراه و کنار ما هست. خب الان من یه سوال دیگه هم دارم از شما، حتما بپرسم در این خصوص، ولی آقای اشکان من با شما هماهنگ کرده بودم، الان شما با همون پیجی میایین بالا درخواست میدید، چرا با اون پیجی که جدیدن درست کردید خب مانعی نداره با همون تشریف بیارید بالا، بذارید ما امشب بحثمون رو بکنیم، بعد من این کپی شد میدم شما بذارید داخل پیج خودتون، مشکلی نداره، ولی الان مهم اینه که فقط شما تشریف بیارید بالا. به هر حال ادعاهایی کردید، این ادعاها بعد امشب ثابت بشه. شما گفتید من اسناد و مدارک دارم و من اتفاقا شما رو دعوت به آرامش کردم، گفتم در یک فضای بسیار آرام و دوستانه صحبت میکنید، هم شما هم آقای آشور و مردم اینجا قضاوت میکنن، حتی منم اینجا اجازه ندارم که بیام بگم حق به طرف کیه یا کی داره حق رو میگه، مردم خودشون میدونن چجوری باید خلاصه نتیجه گیری بکنن. شما اگر با اون پیجتون هم، شما گفتید من دو تا گوشی هم دارم، اگر با اون آقای من عذرخواهی میکنم، آقای پیمان بهبودی عزیز، پیمان دوست عزیزم، این آقا با شما هماهنگ کرده بود دیگه. بله دقیقا. الان 7:30 الان 7:47 17 دقیقه است الان ما لایومون گذاشته. نه البته درخواست میده، الان من اینجا دارم ایشون رو میبینم، هی درخواست میده ولی با همون پیج، علی رغم اینکه میدونه خب با اون نمیتونه بیاد بالا و بلکه من نمیدونم حالا چه اصراری که با اون بخواد بیاد، شما زحمت بکشید آیه اشکان با اون یکی پیج خودتون بیاین بالا، بخواین حرفای خودتون رو بذارید. اینجا نه ما محکمه هستیم، نه اینجا دادگاه جمهوری اسلامی که خدای ناکرده بخواین کسی رو اذیت و آزار بکنیم، نه شما به هر حال یک حرفی رو زدید. نگاه کنید عزیزان من، دوستان بیننده، حالا من میخواستم این سوال از فرشاد بپرسم، حالا ما میگیم که این دوستان جوان هستن، این دوستان تازه وارد عرصه سیاست شدن، این دوستان تازه دارن پله های اولیه رو پشت سر میذارن، اشکال نداره ما حمایتشون میکنیم، ولی ما میخواییم تلاش بکنیم که اینها زحمت بکشن پله های درست رو بردارن و پشت سر بذارن. اگر بخوان از الان آویزان بشن به دیگران، به بزرگانی که حالا به هر حال دارن تو این جرگه تلاش میکنن، جون خودشون رو گذاشتن، خانواده خودشون رو گذاشتن، زندگی خودشون رو گذاشتن، وقت خودشون رو گذاشتن، عمر خودشون رو گذاشتن، ما بخوایم اگر با تخریب آنها مثل این میمونه که من الان بیام بخوام به خاطر اینکه حالا یه ذره جلب توجه بکنم، فردا گیر بدم به آقای کریمی، فردا گیر بدم به آقای شاهزاده، فردا گیر بدم اینها، این یه ذره به نظر من بی اخلاقیه و درستم نیست. اما من الان اینو می‌خواستم از شما بپرسم، البته اینم قبل از که بگم بذارید ببینم این بنده خدا، آها الان با اون پیج خودشون اومدن، امیدوارم که بیان بالا در خدمتشون باشیم. من یادم باشه که الان می‌خوام از این آقای عالی پیام یه سوالی از شما آقای فرشاد بپرسم. بله آقای اشکان، خیلی وقتتون بخیر. سلام سلام، وقتتون بخیر، اومدی فقط این گوشی تو بعد افقی نگه داری. آره آفرین، آره آره خیلی هم خوب، فقط یه ذره هدروم بده بهش، سر تو از یه ذره از سر ببر بالاتر. اوکی خوبه؟ نه زیاد بردی خب با دست نگه داری گوشی رو. اوکی خب دوستان، اون آقای اشکانی که من میگفتم ایشون هستن، خیلی خوش آمدید به برنامه و خوشحالم که اون بر خیابون پیابون نگیره. آره بذار بکراند پرده باشه بهتره دیده نشه. آره اینجوری خیلی بهتره.
آقای اشکان، البته من الان ازشون میخوام که اول خودشون رو معرفی بکنن، یه ذره با شما مردم صحبت بکنن که بیشتر با ایشون آشنا بشی، و من امروز ازش خواهش کردم که حتما به برنامه بیاد. چرا که اگه قرار هر کدوم ما پشت سنگرهای خودمون باشیم حرف بزنیم و بگیم فلانی اینجوری، اون یکی بگه نه اینطور نیست، در نهایت ما به نتیجه نخواهیم رسید. چه بهتر که حالا خب ما این برنامه ها رو داریم، میخوایم واقعا برای مردم عزیز ما این برنامه ها یک جورای آموزنده بشه، مردم تکلیف خودشون رو واقعا بدونن کدوم برای قضیه هستن. این افرادی که میان اینجا دم از انقلابی و دم از چه میدونم حالا این داستان ها میزنن، آیا واقعا هستن؟ ما باید دخیل ببندیم به اینها یا نه؟ من می‌خواستم در اول برنامه از جناب آقای اشکان بخوام اول خودش رو یک معرفی اولیه داشته باشه، بعد من سوالاتم رو خدمتشون عرض بکنم. بله، و خدمت سلام علیک به همه دوستان. من اشکان سلیمانی هستم، یکی از بازداشتیای قیام مهسا امینی که 3 بار بازداشت شدم و چند مدتی که از کشور خارج شدم. 3 بار بازداشت، یعنی فقط تو انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت شدی یا قبلش هم بازداشت؟ سال 98 هم که بازداشت شدم، حالا 6 ماه زندان بودم، و اون که حالا به خاطر مسائل دیگه ای بود که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم، ولی خب تو قیام مهسا امینی زن زندگی آزادی 3 بار. بعد خب بعد اتهامتون، یعنی من داخل زندانم که بودم واسم پرونده سازی میشد، یعنی می اومدم به مرخصی بازم به خاطر یه سری مدارک دیگه من باز بازداشت می شدم. حالا بابت همین موضوع من اومدم این بالا، و به خاطر دستگیری دوم هم میخوام یه توضیحاتی بدم که یه سری مسائل روشن بشه. خب بچه ها بفرمایید که چجوری از کشور خارج شدید که الان نتیم جو ضعیفه صدای من رو دارید؟ من عرض کردم که بله، شما چجوری از کشور تونستید چجوری تونستید از کشور خارج بشید، علیرغم اینکه حکم داشتید 3 بار احکام جدید بهتون منتسب شده بود؟ مثل خیلی های دیگه من اومدم بیرون. نه خب یکم توضیح بدید چجوری شد، اصلا چجوری شد که تصمیم گرفتید؟ به صورت قاچاق اومدم بیرون. خب حکمی که برای شما بریدن ابتدا به ساکن چه بود؟ من خب 12 آبان 401 آقای بهبودی، من اصلا به خاطر این مسائل نیومدم بالا، من اومدم فقط بگم این آقا چه کار کرده با من. من میخوام برگردیم به بازش. خب معلوم یه سری ها منو میشناسن، حالا من میخوام توضیح خب بدم از سال 98 با توضیح بدم. نه، به هر حال شما وقتی میخواین یه ادعایی بکنید، اول این بینندگان عزیز خب اینا شادم شما رو نشناسن. خب باید ابتدا بساکن آقای بهبودی، اگه نمیشناختن خب به تا این مرحله نمیرسید، یعنی ادعای منو دیدن که من میدونم شما چی میگه. خب شما یه جوری رفتار میکنی، نه شما یه جوری رفتار میکنی که آقا من یکی آدم ببخشید و همینطوری زرتی اومدم یه چیزی گفتم. خب من آداب نه گوش کنید، الان شما دارید یه متاسفانه به بیراهه میرید. نه من اتفاقا سوال من خیلی روشنه، من میخوام اول بینندگان عزیز بدانن اتفاقا شما یه آدم عادی نیستید، از کوچه خیابان آمدید. شما نه همه عادی هستیم، همه به خاطر جامعه اومدید. من اجازه شما یه جورایی میدونید، شما سوالاتی که من از شما میپرسم جواب بدید. خب من نمیخوام بینندگان عزیز فکر بکنم که شما یک آدمی بودید که اصلا تو گود نبودید، یهو سرتون رو انداختید افتادید وسط. خب من میخوام اول پیشینه شما رو بدونم که شما تو انقلاب زن زندگی آزادی فعالیت داشتید، قبل از اونم فعالیت سیاسی داشتید، حتی متهم شناخته شدید، زندان رفتید، خب که اینا چیزای بدی نیست که شما چرا تفره میرید، چرا میدستید بگید؟ نه درسته، من 12 آبان اولین بار 401 دستگیر شدم، حالا به خاطر مسائل آمبولانسی که تو رشت آتیش گرفت و این مسائل بود، من 23 بهمن 401 اومدم با وثیقه بیرون. بعد یعنی وثیقه گذاشتید؟ بله 59 روز بعدش که من واسه بار دوم دستگیر شدم، در 22 فروردین 402 بوده، فروردین 402 من واسه بار دوم دستگیر شدم، و این خیلی این اتفاق واسه من تلخ بوده نسبت به اون اتفاق اولی که من دستگیر شدم. خب
خب میخون توضیح بدم چه مراحلی دستگیریم نه نه چجوری نه بوده، من اصلا چه ادعایی اصلا دارم؟ مراحل نه 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 مراحل اینا نه، فقط میخوام ببینم که اتهامی که به خاطرش تفهیم اتهام شدید، حکمی که ابتدا به ساکن برای شما بریدن چقدر بود؟ بله من چه کلن یه 15 سال اول حکم محاربه داشتم، اتهام محاربه داشتم، دستگیری اول بر شکسته شد، اتهامم تغییر پیدا کرد، شد عضویت گروه ضد امنیت ملی، بعد به مراحل وثیقه رسیدم، تونستم با وثیقه بیام بیرون، ولی در مرحله دادگاهی هنوز حکمم نیومد، یه حکم 5 ساله داشتم، یه حکم 2 ساله داشتم، و اینم که دادگاهیم قرار بود انجام بشه که من اومدم بیرون. خیلی هم عالی، نگاه کنی اصلا چیز مشکلی نبود، منم چیز خارق‌العاده‌ای از شما نخواستم، فقط خواستم یه پیشینه اولیه، یه ذهنیتی به بینندگان عزیز بدیم که شما چه هستید، که هستید، از کجا آمدید، چه اتفاقاتی بر شما افتاده، و الان میریم سر اصل مطلب. خب قراره در یک فضای بسیار آرام، اصلا تحت هیچ شرایطی قرار نیست به هم دیگه توهین بکنیم، یعنی تو این بحثی که الان قراره صحبتایی که بده بستون بشه، قرار شما صحبتهای خودتون رو بکنید، یک ادعایی شما کردید وایرال شده. من اول بسم الله اینو خوندمش برای تمام بینندگان عزیز، 2000 نفر دارن دنبال میکنن ما رو، من اومدم گفتم یک همچین چیزی رو شما ادعا کردید، وایرال شد، دست به دست شد، خیلی ها مثل این آقای عالی پیام که نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاد، به چه نتیجه ای رسیدن که همین ساعتی قبل اومدن عذرخواهی کردن، این رو دست به دست کردن. الان شما یک ادعایی کردید و ساعتی قبل که من داشتم با شما صحبت میکردم برگشتی گفتی آقای بهبودی من حتی اسناد و مدارک و چیزهایی رو دارم. گفتم خیلی هم خوب، درسته؟ گفتم اینها رو بیاین قشنگ تو برنامه در حضور مردم بگید، منم هیچ دخالتی نمیکنم. الان این شما و اینم بینندگان عزیز، ادعاهایی رو که کردید مستنداً ثابت بفرمایید. من یه پیجی داشتم در کار خبری انجام میدادم به نام جوانان معلات رشت، که در اینستاگرام، توییتر و تلگرام در از اوایل شروع قیام زن زندگی آزادی فعالیتام شروع کردم. خب تا روز دستگیری دوم، چون دستگیری اولم به خاطر یه مسائل دیگه ای بود، زمانی که من دستگیر شدم این پیجم از کار افتاد چون من ادارش میکردم، زمانی که اومدم بیرون باز فعالیتامو شروع کردم. تا روز دستگیریم در مرحله دوم هیچ احد و ناسی نمیدونست اون پیج واسه منه، تا اینکه روز 20 فروردین 402 خب اطلاعات سپاه دنبال من بود و من چند روزی بود که حالا در شهر رودبار و استان گیلان بودم. آقای فرشاد آشور که مطمئنم قبول میکنه با من یه تماسی داشته، درسته؟ خیر. اوکی، من میخواستم همینجا برسم و بنده با شما تماس گرفتم یا چت کردیم؟ خب ارتباط گرفتین، درسته؟ شما با من ارتباط گرفتین، من نه، من شما با من. من به شما پیام دادم. این الان توضیح میدید این چیه؟ آقای فرشاد آشور در تاریخ 20 فروردین 402 در ساعت 16:17 اول به این پیام دادن، 19 فروردین من چک نکردم، فرداییش پیام دادن، پیاماش هم هستش که اشکان خوبی و اینا، یه خبرایی دارم. ببخشید عذر میخوام، میخوای پیاما رو از رو بخونی که الان هستش؟ بله اشکان جان خوبی، من گفتم من سلام اشکان، ببینم پیاما رو آقای اشکان. بله این در چه فضایی عزیز دل جان؟ اینستاگرام شما به من پیام دادی. خب آخه کدوم پیجه که من به شما پیام دادم؟ من همینو میخوام، شما پیام بدی، چون حرفای من به جواب شما بستگی داره. پیام دادی یا نه؟ خب فرشاد جان اجازه بدید، نه یه لحظه بایستید بذارید ایشون حرفای خودشون رو بذارد، بعد سوال جواباتون. آقای بهبودی عزیز جانم، آقای بهبودی عزیز قربونشون برم، چون حرفای من بستگی به جواب آقای فرشاد آشور. آخه الان ایشون میگن که نه، نه خب ولی شما باید از رو یه لحظه عذر میخوام، ایشون وقتی میگن که نه و فلان، شما خب اونا رو من لطف بکنید از رو بخونید، اون پیامایی که هست رو بخونید، بعد سوالاتتون رو بپرسید، چه اشکالی داره؟ وقت داریم. آقای بهبودی شما میگین این آقا گفته نه، ولی میگه الان شما به من پیام دادی، شما اول پیام دادی یا پیام دادیم یا ارتباط گرفتیم یا نگرفتیم، مهم اینه. پیامو بخون عزیز دل.
نه آقا، من اصلا شما به این پیام کاری نداشته باش. شما به من پیام دادی یا نه؟ همینو میخوام مشخص بشه. شما با من ارتباط گرفتی و گفتی من، یعنی من اولین نفر به شما پیام دادم؟ اول من به شما پیام دادم؟ با ادبین من هم صحبت کردی، گفتی من گرداننده پیج محلات چی رستم، همچی چیزی. به چه مناسبتی؟ و به چه مناسبتی؟ آقای فارشی، به چه مناسبتی باهاتون بهتون بس شدم؟ یه لحظه. نه نه جواب بدیم، فکر نکنیم. نه فکر نکنیم، جواب بدیم. الان دارم اون آقای اشکان رو میارم، صفحه شما رو دارم میارم. شما در واتساپ هم به من پیام دادی اتفاقا. به یگان پشتیبانی پیام دادی. ببینم پیامتون رو. خب تو این فاصله شما میتونید اون پیام رو بخونید آقای اشکان؟ آقای بهبودی، آقای بهبودی، آقای بهبودی عزیز، این آقا خب. این آقا به این پیام داد و گفت یه سری تایپ انجام داد و گفت بیا یه تماس صوتی انجام بده. من گفتم خب من باید یه پروتکل‌های امنیتی داشتم واسه خودم. بله. و چون از قبل این شخص رو میشناختم، حالا یه در شهر خودم خب ما همه رشی هستیم، میشناختم، آقا من زودتر ارتباط گرفتم چون خبرهای مهمی که مدعیش بود واسه من مهم بود. خب. واسه جنبش اون تایم واسه من خیلی مهم بود و من وصل شدم بهش، تماس صوتی رو گرفتیم. بله. و بعد از حدود حالا 10 دقیقه 20 دقیقه نمیدونم تایمش رو دقیقاً، به تماس تصویری تبدیل شد. اون زمان هم آقا میدونه من ماسک زده بودم ولی توی یه ماشین پژو 405 نشسته بودم، عقب ماشین نشسته بودم، این آقا هم داشت با من صحبت می‌کرد. آره این من یادم اومد، ماسک زده بودی و در یک 405 هوا هم تاریک بود. هوا تاریک نبود، هوا خیلی وسط ظهر. نه تاریک بود، تو ماسک زده بودی. نه اول که شما میگی به من پیام ندادی، اول موضوع که گفتی اصلا ارتباطی نداشت. نه دیگه شما داری آقا یا سو وایسا بذار پله پله بریم جلو. شما به بنده پیام دادی، من با شما ارتباط گرفتم. چرا ارتباط گرفتم؟ به جهت اینکه به شما کمک بکنم. پیام منو اوکی، شما متاسفانه دیلیت کردی پیام های خودتون. پیام های شما در واتساپ دیلیت شده هست، پیام های من هست. واتساپ لحظه اجازه بده، پیام های جناب علی نیست، فقط یه پیام جناب علی هست که اینجا الان گفتید که سلام اشکانم، واسه پناهندگی میخوام اقدام کنم، اگه شرایطشو به این بگید که از کشور بزنم بیرون. این چه تاریخی بود؟ میشه نشون بدید لطفا؟ آره. تاریخشو بگید. میشه دقیقا میشه جوسی این تاریخ، این پیامی که شما به من دادید هست 13 جون 2022. 13 جون 2022. چند میشه 13 جون؟ الان چه ماهی هستیم؟ نه اون ایران چه ماهی هستیم؟ ایران چه ماهی هستیم؟ نه الان مردادیم، تو ایران اینجا هم یولیم، یعنی میشه تیر تیر. خب ما تیر 2000 ما فروردین 402 با هم صحبت کردیم. الان اینجا باشه دیگه. و من به شما نوشتم که سلام بالا میستر، برشتی هم نوشتم برات، نوشتم سلام بالا میستر، پیام ها رو دیدی جواب بده. من برات نوشتم پیام ها رو دیدی جواب بده. شما تو واتساپ، شما در کجا پیام دادی؟ در واتساپ. واتساپ به من پیام داد. آره چون من به شما گفتم از اینستا بیا تو واتساپ. شماره من از کجا آوردی؟ خودت به من دادی عزیز من. خب خودت به من دادی و گفتی خب. آقا فرشاد من باهات کار دارم. خب اوکی. شما میگید من در تیر ماه به شما پیام دادم. ما صحبتمون، من شماره رو در فروردین ماه به شما فرستادم. اجازه بده، تیر ماه نه. من دارم میگم 23 جوان 2022. سی جوان 2022. اوکی شما این شماره رو به من دادید. الان شما شب فرق 22 تا 30 رو الان توجه نکردین که 22 بذار حرف اصلی رو بزنیم دیگه قربونت برم. اتفاقا الان بذار یه لحظه ببخشید عذر میخوام، اینجا الان بینندگان عزیز کامنت هایی که دارن میذارن از من میپرسن که خب باشه حالا گیرم اینا ارتباط گرفتن، آقا اشکان میخواد چی رو ثابت کنه؟
اشکان این صحبت های شما خب اصلا حالا ایشون تماس گرفت یا شما گرفتید، این برای بینندگان همین جالب نیست. جالب اینه که چی رو میخواین ثابت کنید؟ جالب اینجا موضوع مهم همینه که اصلا من تو واتساپ به این آقا اصلا پیامی ندادم. خب برای این پیامی که هست آقا اصلا پیامی ندادم به این آقا. بعد میگه در تیر ماه سال 402 بود اگه اشتباه نکنم، نه در چه تاریخی بود اونو در بیاریم بشه. آقای اشکان من این تاریخ مهمه. اوکی اصلا هر تاریخی که تو میگی اوکی، نه هر تاریخی من میخوام حق به حقدار برسه آقا. من که از لحاظ تاریخ شما هر تاریخی که میگی من با اون تاریخ تو اوکی ام. باشه آره، حالا بعد در مورد آره. تاریخ صحبت می‌کنیم. آره. اشکان نظرت الان چیه؟ آه. چی می‌خوای، به چی می‌خوای برسی؟ اونو بگو. آقای بهبودی جان بگو، اونو بگو. آقای بهبودی عزیز، این شخص بجز با کلمات بازی کردن چیزی واسه ارائه نداره. این موضوع اول. موضوع دوم این که این آدم چجوری متوجه شد که من پشت اون اکانت هستم؟ چجوری متوجه شد من تحت تعقیب هستم و چرا شمارمو گرفت و دیگر هیچ ارتباطی با من نگرفت؟ اینا رو جواب بده. اول... نه شماره رو گرفت اولین بار چی به شما گفت؟ بعد ایشون جواب گفت اولین بار یه فایلای مهمی هستش که من واسه میفرستم در واتساپ و پیاماش هم هستش که شمارمو فرستادم. نه فایلای چی؟ به درد چیه شما میخوش؟ شما نپرسیدید ازش؟ فقط گفتید باشه. من کنجکاو بودم که بدونم، که واسه همین من شمارمو فرستادم. اصلا کنجکاو بودم که بدونم موضوع چیه. خب بعد چی اتفاقی افتاد؟ نفرستادیم. شما اصلا دیگه به من پیام ندادید. چون من دو روز بعدش در فلکه گاز رش در ساعت 7 غروب دستگیر شدم. عزیزم من پیامم هست. نگاه کن برات نوشتم که آقا شما دیگه با من ارتباط نگرفتی، یعنی شما شماره مو گرفتی تموم شد. خدا حافظ. دستگیر شدم. تاریخ دستگیری من هست. اوکی. خب میدونم الان شما گفتید ایشون جواب بده، میخواد جواب بده. بذارید برات نوشتم که کجایی، چرا جواب منو نمیدی؟ 22 جون. اوکی. بس شما نوشتی که برات نوشتم، آ تو برام نوشتی که میتونی یه کاری کنی منو بیاری آلمان. حذف کردی بعد. حذف کردی. آره. چرا حذف کردی؟ نمیدونم. من از پیام خودم فهمیدم. برای نوشتم ما فقط برای درمان تیرخورده ها کار میکنیم. پناهندگی علامت سوال. پناهندگی بعد نوشتم مگر من صدر اعظم آلمانم. این پیام رو من دادم شما. نه من دادم برات نوشتم این که... نه این پیام درخواست پناهندگی من کردم. آره درسته شما مدعی هستید. شما من نوشتم که آره دیگه اصلا این همچی چیزی گفتی که اینجا پاک کردی. ببین دیلیت، این دیلیته. خب بعد من به شما گفتم که عزیز جان مگه من صدر اعظم آلمانم که به تو قول پناهندگی، من فقط میتونم کمکت بکنم. خب اوکی گذشت تموم شد. بعد نوشتم مداره که تو بفرست، میفرستم برای جایی که ویزای حقوق بشری میگیره. به شما من فرشاد نوشتم نترس فرار بکن. برات نوشتم نترس فرار بکن نمون اگه اینقدر که میبینی وضعت خرابه. اما دنبال درمان، یک قسمتی گفتی من مریضم نمیدونم چیه، برات نوشتم دنبال درمان اگر هستی مدارک بفرست. اما ما نه قاچاقبر داریم نه اینکه خارج از چارچوب حقوق بشری میتونیم برات کاری بکنیم. که تو همون موقع برگشتی به من گفتی که آدمشو دارم منو ببره ترکیه. آفر شد زد و شما ناپدید شدی. زد و شما ناپدید شدی. دیگه من شما رو ندیدم عزیز دل تا چند روز پیش که یهو دیدم شما اومدی گفتی آقای فرشاد آشور منو فروخت، من فلکه گاز دستگیر شدم، من فلکه گاز منو گرفتن، فقط ایشون منو میشناخت، فقط ایشون منو از من خبر داشت. شماره حتی یه چت فوش هم نوشتی، حتی هنوزم هست تو پیجت و این کار بسیار درست نیست، فوش هم نوشتی ایشون فقط منو میشناخت و و و و و اینقدر نوشتی دیگه، یادت دیگه اینقدر نوشتی و من پشت زیاد جان پشت زیاد
میدم. بله خب اوکی، منم میتونم فوش بدم بله میسته. شما که فوشتو میدی در از خانه عمومی راحت فوش. من فوش میدم آره، من فوش میدم ولی به تو فوش ندادم فکر کنم. من نمیتونی فوش بدی چون میدونی من موچتو گرفتم. آخه چه موچی گرفتی؟ خب بیار الان آقای رشون، شما چرا با اون شخص خانوم آلمانی میا که ازت شکایت کرده چرا؟ نه نه دست نزن اونطوری، خنده های هیستریکی انجام نده، جواب اینو بده. اون خانوم آلمانی که از شما شکایت کرده چرا؟ جواب اونو نمیدی. آخه ببین شما الان نمیدونی وقتی دوستان یه لحظه ببخشید آقای اشکان، ما یه لحظه خواهش میکنم الان ایشون داره اگر نه خواهش داستان دیگه من اتفاقا میخوام الان اینو بگم. آقای اشکان عزیز، امشب قرار شما ثابت بکنی خب که ایشون مزدور سپاه پاسداران یا حالا جمهوری اسلامی یا وزارت اطلاعات. گوش کن لطفا اشکان جان، این که الان تو داری میگی چرا اون اتفاق افتاده اینا رو ولش کن. نگاه تا اینجا رسیدیم خیلی خوبه، همه هم داریم استفاده میبریم. تا اینجا رسیدیم که ایشون به شما پیام داد، شما حالا پیام دادید، یه اتفاقاتی افتاد. من اینو میخوام الان، منو با بینندگان عزیز الان میخوایم به این نتیجه برسیم که شما چجوری برایتون واضح و مبرهن شد که ایشون عامل جمهوری اسلامی شده تو همین پیام‌هایی که رد و بدل کردی. اینو توضیح بدید لطفا. ایشون گفتن در چه تاریخ من بهشون در واتساپ پیام دادم، بخونم دوباره. نگاه کنید اصلا اون تاریخو ولش، ما تاریخ تو رو قبول دادیم. خیلی مهمه این موضوع، خیلی مهمه چون این آقا مدعی هستش من همچی پیامایی بهش دادم. این خیلی مهمه، حداقل واسه من خیلی مهمه. میخوام ببینم چه تاریخی بوده. شما میگین این پیام‌ها رو ندادین؟ نه آقای بهبودی، من میخوام ببینم چه تاریخیه، من میخوام یه سری چیزا رو روشن کنم. تاریخو به شما آقاست چه تاریخو به شما گفتن؟ مرداد سال گذشته همین موقع. بله مرداد، آره مرداد. چندم مرداد گذشته؟ چندم مرداد؟ 22 مرداد. 22 مرداد. 22 مرداد. من 22 ژوئن. ببین بین اشکان عزیز، بین 22 ژوئن تا 30 ژوئن آقا اونجا ثبت شده، تاریخش ثبت شده. مگه میشه بین 22 تا 30 اونجا نباشه؟ دقیق میخوام بدونی، دقیق میخوام. بله دقیق. بله الان دقیق به تو میگم قربونت برم. بله این کاش که بذار من اسکرین شات بگیرم بزرگش کنم. خب بله بزرگش کنم. آفرین. آه اینو بخون آقا جان، اینو بخونید جلوی صورت بگردار فرش که معلوم بشه. 21 31 جون 2023. خب همین این به شمسی میخوام بدونم چند میشه. آقا من بی سوادم، اینو به شمسی بهم بگین. آقا میشه که ببینم چند مرداد؟ 30 مرداد. 30 مرداد. پارسال همین 13 ماه پیش. 30 مرداد 402. عزیزم 2023. 2023 جون میشه همون 20 میشه جون اگر حساب بگی میشه مرداد دیگه عزیز من، میشه مرداد، میشه پس میشه مرداد. خب من 30 مرداد مرداد سال گذشته. خب آقای بهبودی جان، من 24 مرداد 402 در ارومیه دستگیر شدم. خب تا کی؟ تا کی دیگه نداره؟ این آقا الان دروغش مشخص شد. من 24 مرداد 402 در ارومیه دستگیر شدم. خب و این آقا دروغش مشخص شد. نه چند روز دستگیر شدی؟ فردا که تو رو آزاد نکردن که، درسته؟ نه نه من 24 دستگیر شدم و 22 شهریور 402 منو بردن زندان لاکان رشت، یعنی یک زده. این آقا دروغش مشخص شد. من فقط میخواستم به همینجا برسم و تلاش کردم فقط همین موضوع روشن بشه و مردم متوجه بشن که کی راست میگه. نگاه اشکان جان، الان مردم متوجه جان. نشدن. خب متوجه الان با اینو نگاه گوش کن آقای بهبودی. الان مردم آقا تو آقای بهبودی که این ایشون میگه من 30 مرداد 402 بهش پیام دادم و مدعی است که من از کشور میخواستم خارج بشم، در صورتی که من 30 جون عزیز من میشه 30 مرداد دیگه چند میشه؟ 30 جون دیگه. 30 جون بعد نه تاریخ که درسته، فقط الان اینو من به شما بگم، شما تو ارومیه بودید میخواستید از مرز خارج بشید که شما شمالی هستید. دریاچه ارومیه اونجا بودم و دستگیر شدم، کنار اتوبانی دستگیر شدم. خب
حالا ادامه بده دیگه، اسناد مدارکی که گفتی داریم که ایشون مخبر جمهوری اسلامی، اینها رو الان از کجا در میاری؟ چه جوریه داستان؟ من مدارک رو جور کردم و این آقا باید از خودش دفاع بکنه، من نباید دفاع کنم. خب خوب بیا من مدارک بده. من این پیام رو آقا، این پیامای شماست، این پیامای شما حرف زدیم عزیز من، اینو میشه که میگه با شما حرف زده، این کجاش برمیگرده به جمهوری اسلامی اینا؟ ها همینو میخوام بفهمم آقای بهبودی، این شخص از کجا میدونست اشکان پشت این اکانته؟ آقای آشان جواب بدید. برگشتی آقا بسید که حافظه کوتاه مدتش خرابه، چون برگشتیم به اول قضیه. از کجا میدونست این آقا پشت این اد... ما کلی با هم حرف زدیم الان دوباره برگردیم. شما خودتو معرفی کردی عزیز من، در یک دستگاه پژو 405 نشستی گفتی من اشکان سلیمانی گرداننده پیج محلات فلانم. آقا شما اول منو با اس شروع کردی، پیام داری و من جوابتونو دادم. پیامتون هست، شما گفتی اشکان دادم، تو دادی، هر کی داد، ما به هم دیگه دادیم دیگه. شما وایس نمیشه من چی بزنم، هر وقت بزنم دیگه. تو نمیذاری که من هر وقت بزنم. عزیز دل، اصلا تو دادی، من دادم، ایس داد، همه دادم. باشه من دادم، بذار هر کدوم حرف بزنیم بعد. الان من میخوام ببینم که دلیل شما به این که میگی فرشاد آشور عضو اطلاعات سپاهه و من رو فروخته و فرشاد آشور باعث شده که من فلان بشم، بهمان بشم، اینجا و اینور بشم، دلیل شما آیا فقط این پیام هاست که من دادم یا تو دادی، هر کی داده، یا نه شما یک فکتی داری که نشون میده من عضو اطلاعات سپاه هستم، یا یک ویسی که بیاد بگه آقا فرشاد آشور اطلاعات، یا منو مثلا دیگه مثلا فیش حقوقی منو از اطلاعات سپاه در آوردی؟ میخوام ببینم که شما چه فکتی داری. قربونت برم پیام که ببین، الان میخوای من برای تو به جای پیج تو 200 تا پیام بسازم بگم اشکان به من فرستاده دیگه؟ این روزا پیام اینا که ببین سرش گرده. شما یک محبتی کن. شما امروز من دیدم که شما رفتی اون وایس منو که مجاهدین خلق گذاشتم با اون، رفتی اون زیرشو نوشتی که به زودی اسناد و مدارکی رو میکنم. قربونت برم، دمت هم گرم. شما یه آقایی بکن، بزرگواری بکن، یه اسناد دو مدارک و یه فکتی. ببین ما که الان داریم حرف میزنیم، دعوا که نمیگیریم که، خب همه هم بچه رشتیم، تو هم رشت شینی. ببین من نمیدونم تو چند سالته، من نمیدونم، البته برام نوشته بودی الان یادم رفت. ما همه بچه رشتیم دیگه، یه بزرگواری بکن بنویسه، یه چیزی بیار من ببینم که آقا من واقعا مال اعتلاس سپاهم، یه ذره خودم هم در جریان قرار بگیرم. قربونه اونجوری که شما میگی پیام دادی به من، پس تو منو لو دادی، از کجا میدونست این آقا؟ پس این آقا من حدسیات خودت رو برای خودت باور کن، با آبروی کسی بازی نکن. قربون تو برم عزیزت، تو جوانی، اگر مدرکی داری من نوکرتم هستم، قربون تو برم. یه موضوع دیگه به شما بگم. الان تو حرفای خودت، من یکی دو جاری کردم داشتم گوش میدادم، شما گفتی قبل از اینکه اصلا انقلاب زن زندگی باشه شما رو قبلا هم دستگیر کردن، یعنی شما پرونده امنیتی داشتید، درسته؟ به خاطر زد و خورد خیابانی یا خدای ناکرده دختر بازی یا چیزی که نگرفتن، شما رو به خاطر بحث سیاسی گرفتن، درسته؟ دست مسائل کرونا بود و من خب در بیمارستان رازی رشت خودم رفتم داوطلبانه فعالیت کردم. خب نه شما... نه اونی که شما رو گرفتم نه همین بود، بذار موضوعشو بگم دیگه. دلیل دستگیریم چی بوده؟ زمانی که من رفتم بیمارستان رازی رشت، خب آمار بیمارای کرونایی فوتش خیلی زیاد بود در شهر رشت، استان گیلان و کشور. وزارت اطلاعات یه آمار دروغینی میداد که میگفت ما کرونا رو کنترل کردیم و آمار مرگ و میر شاید به 10 نفر برسه در کل کشور. من در بخش روماتولوژی بیمارستان رازی داشتم حدود 3 ماه اونجا فعالیت کردم و خودم روزانه 15 الی 20 تا جنازه میبردم سردخونه، خودم شخصا از کمبود بیمارستان منتشر میکردم و میدادم خبرها رو بیرون. و دلیل دستگیری من همین بوده، یعنی من
توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدم. خب همین به جرم اتهام جاسوسی. اتهام جاسوسی. پس قبل از اینکه این آقا شما رو بفروشه، شما قبلا با دست خودتون خودتون رو فروخته بودین. یعنی یک بار رفته بودید و پرونده داشته بودید. درسته؟ بله من دستگیر شدم. بله خب دیگه، یعنی شما از نظر وزارت اطلاعات کنار اسم شما یک دفتر قرمز خورده بود، یعنی شما همیشه تحت نظر بودید، تلفن های شما شنود بود. خب و تو نگاه کنید و تو این جنبش آخه نه دیگه، بعد یه چیزی بگی که جور در بیا. شما میگی ایشون یه پیام سال 98 افتاده، من قبول دارم مثلا. آقا شما عزیز من الان کسایی رو اینجا دارم که از اول اون فتنه 57 خب عضو گروهکی بودن، دسته‌ای بودن، چریکیان نمی‌دونم خلق بودن، عضو مجاهدین خلق بودن، فلان بودن، هنوزم که هنوزه دارای فرزندان و نوو و نتیجه شدن، هنوز نتیجه هاشون هم اجازه ندارن برن سر کار. وقتی میرن میدونی چی بهشون میگن؟ میگن آه پدر بزرگ تو سال 57 جلوی اسمش قرمز خورده بود، اقدام علیه فلان کرده بود. تو که تازه یک سال گذشته بود از این قضیه که این انقلاب زن زندگی آزادی سال. آقای بهبودی عزیز اجازه بدین من یکم صحبت بکنم. سه سال بود اگه من اونا شک داشتن به من، خب من زود از شروع فعالیتم دستگیر میکردن. یعنی من میگم دومین بار به خاطر این پیج جوانان معلات رشت من در تاریخ 22 فروردین دستگیر شدم. یعنی من یک بار قبلش دستگیر شدم، اومدم بیرون اینا متوجه نشده بودن. یعنی این موضوع خیلی مهمیه و این شخص آقا ما احتمال رو میدیم که اینا متوجه شدن من اداره میکنم. خب چرا منو دستگیر نکردن؟ چرا آقای فرشاد آشور اسم منو میدونست؟ چرا میدونست من تحت تعقیبم؟ این مسائل باید اینجا روشن کنه، یعنی جواب بده. از کجا میدونست من تحت تعقیب هستم؟ دستگیرش که شما رو داد که برگشت به شما گفت اول شما پیام دادید. آقای بهبودی میگه من پیام دارم، در صورتی که پیام اجازه بده، اجازه بده، در صورتی که پیام من تاریخش از اون دستگیری دومم گذشته بود. یعنی یه تاریخی رو داره نشون میده که واسه بعد اون اتفاق دستگیری من بوده. دیگه این مسئولش توی از من به من ربطی نداره. آقا وقتی که من دستگیر شدم چجوری میتونم به شما پیام بدم؟ شما عزیز دل، شما از حدسیات و گمانهایی که میزنید، شما دارید گمان میکنید آقا. این اتفاق افتاده. آقای اشکان من یه چیز بگم نشون دادم. آقای اجازه بدید. نه آقای بهبودی خب باشه یه ذره صبر کن. من به همین خدای کنار قلبم ندارم طرفداری از فرشاد میکنم، ندارم طرفداری از تو میکنم، ولی من به عنوان یک شخص ثالث که نشستم پای صحبت شما از داخلش چیزی در نمیاد برای من. من احساس کردم تو خیلی از اسناد و مدارک شما فقط دارین منو بازجویی میکنین. ببخشید اینجوری صحبت میکنم چون این مسئله خیلی واسه من مهمه. این مسئله خیلی مهمه. خب من که اومدم بیرون از کشور، ولی جون بچه های دیگه واسه من مهمه. خب کدوم اگه یک دفعه نگاه من همون موقع تو رو بازداشت کردن اولین کسی که خبر دستگیری تو رو زد من بودم، درسته؟ الان رفت اونو مادر هم نمیدم کیا بودم. گوش کن، خیلی ها با من ارتباط گرفتن گفتن تو بیخود کردی عکس و تصویر این آقا رو گذاشتی، الان اینو میبرنش اعدام میکنن. گفتم اتفاقا من اینو گذاشتم که بدونن این اون تو هست، وگرنه اینو میبرن ناکجا آباد. بجز تو خیلی از جوانهای دیگه هم بودن، ولی به همین خدای کنار قلبم تو اولین نفری هستی که آمدی و به من گفتی که فرشاد ما رو فروخته. خب من خیلی دوست داشتم، خیلی دوست، من با فرشاد تعارف، من با پدر خودم تعارف ندارم. نگاه من منتظر بودم تو امشب اسناد و مدارکی رو بکنی. خب ولی یه جا تو الان زدی دشت کربلا، یه ذره من ناراحت شدم. خب تو برگشتی گفتی برگشتی گفتی که چرا اون خانومی که از تو شکایت کرد. خب یعنی چی؟ تو الان داری میری به حاشیه. نه این اتفاق من منظورم اینه که تازگی نیست، یعنی تازگی نداره. این موضوعی که من بهتون میگم شاید واسه 10 سال پیشه. یعنی من الان آقای فرشاد، من گذشته رو یه پلن دوی هم واسه خودم دارم. همینطوری نیست که اون تایمی که آقای فرشاد داشت با من تصویری صحبت میکرد، دو تا از زندانیهای سیاسی پیش من بودن و من اونا رو میارم بالا که اونا شاهد باشن که این آقا چجوری با من صحبت میکرد و چه حرفایی به میزد.
خب یعنی شما همون روز گروهی خود باشه نگاه میخوایم نتیجه بگیریم چون وقت هم نداریم نمیدونم چون انقدر زود گذشت یک ساعت باشه. نگاه شما یعنی به شما گفت که الان کجا هستید کروکی تو بده کی هستی فلان هستی که فردایی تو رو فروخ اومدن گرفتنه الان تو نظرت اینه دیگه درسته؟ من میخوام از آقای آشور بپرسم آقای آشور شما یه صفحه چتی رو دارید روشون میدید در واتساپ که این که اصلا من تکذیب میکنم اصلا من نبودم اجازه بدید من نبودم و شما یه تاریخی رو به من نشون میدی که این تاریخ واسه قبل بعد دستگیری منه این موضوع خیلی موضوع اصلا عجیبیه و شما از کجا میدونید من تحت تعقیب هستم اینو بهم جواب بدید یه تایمی آقای آشور اجازه بدید میگی جواب بده شما نه حرفام تمام بشه چشم شما گفتید از یه حرفی هم از توماج سالهی زدین اگه یادتون باشه شما گفتید من با توماج ارتباط داشتم مثل تو ارتباط داشتم توماج در یک کارگاه سنگسازی قایم شده بود و من هرچی بهش گفتم فرار کن فرار نکرد و دستگیر شد من الان ببین آره علف بزنم بفهم من به همه کسانی که جانشون در خطره میگم فرار کن. شما از کجا میدونی جون من در خطره؟ اینو میخوام متوجه شم. عزیز دل وقتی تو به من میگی من گرداننده یک پیج بزرگم و سابقه دارم یعنی جانت در خطره. وقتی که آقای بذار من حرف بزنم دیگه. عشقا بذار حرفشو بزن دیگه شما سوال تو پرسیدی. وقتی که شما میگید من به شما گفتم شما فرار بکن نمون اونجا. لطفاً با موبایل بر نرو دیگه بهمون حرفو گوش بده. من مدرکو دارم نشون میدم که شما گفتی سلام عشقان جان خوبی؟ من گفتم سلام اشکان من تایپ انگلیسی نوشتم و تعجب کردم از اشکانی که شما گفتی بعد شما گفتین اشکان جان کار مهمی دارم و کوه ایسایی من گفتم کیو کار داری این حالا شما انگلیسی که داری نشون میدی که اولا که ما نمیبینیم بذار من حرفمو بزنم اوکی نه خب شما من حرفمو بزنم وقتم نداریم من باید خب بگی شما حرفتون رو بذارید بعد شما این استرین شات ها رو بگیرید تو کانال های خودتون بذارید خب حالا فرشاد تو جواب بده بعد من میگم بینم من میخوام اینو بدونم که آیا وقتی که من دلسوزانه با اینا حرف زدم گفتم آقا فرار بکن من میتونم کمکت کنم خودش گفت من آدمشو دارم منو ببرن همه حرف ما همین بود حرف دیگه من الان میخوام اینو بدونم مدرکی که نشان میده پیمان جان من دیگه با آقای اشکان صحبتی ندارم من الان با شما چون دیگه تایمی هم نداریم پیمان عزیز شما به عنوان گرداننده این لایو مدراتور این لایو من از شما میخوام این آقا یک مدرک ارائه بده که من عضو سازمان اطلاعات سپاه هم و حالا هر چی که نسبت به من داده مزدور و اسکل و نمیدونم فلان و بسار حالا هر چی که بود این آقا یک مدرکی به من ارائه بده و یا به شما ارائه بده اصلا به من نه به شما ارائه بده در حال حاضر هم با این آقا هیچ دشمنی ندارم این آقا یک جوانیه که حرف آخرم رو دارم میزنم چون دیگه حرفی ندارم یه آقای جوانیه که تحت تاثیر حدسیات و گمانهای خودشه امیدوارم بتونه از ترکیه در بره و یه جای استیبل پیدا بکنه یه روزی بالاخره یه ذره چیز سیاسیش بره بالاتر تجربهش بره بالاتر یه ذره وایسی فکر بکنه ببینه در این ساعت در این روز چی گفته من آقا پیمان عزیز قربونت برم سکوت میکنم حرف شما رو فقط گوش میکنم خب برم. اگر اجازه بدید یک دقیقه بیشتر وقت نداریم یه صحبتی بکنم یک دقیقه بعد من چی بگم من خودم سالها در اتریش زندگی کردم مثلا نیازی نبود برگردم من خودم به خاطر ایران برگشتم یعنی مثلا نیازی نداشتم برگردم این موضوع اول من در تاریخ 7 مهر ماه 1401 حالا اون 29 شهریور که موضوع آمبولانس پیش اومد من 7 مهر از ایران خارج شدم میتونم مهر پاسپورتمو بهتون نشون بدم و 11 مهر باز برگشتم یعنی 3 روز بعدش من اگه نیاز بود برگردم از ایران خارج بشم همون تایم بر میگشتم یعنی میموندم دیگه بر نمیگشتم و من خب، اگر نیاز نداشتم درسته و این پیامو فیکه
بس ساختگی آقای بهبودی خب یه لحظه سب کن من هم از اشکان عزیز هم از فرشاد عزیز میخوام حتما اون اسکرین شات ها رو بگیرید از اینها برای من بفرستید، این خیلی مهمه. این یک. دوم هم این که شما بینندگان عزیز خلاصه نشستید یک ساعت به دبستان های گفتمان اینها رو، سوال هایی که داشتن، پرسش هایی که داشتن، جواب هایی که داشتن رو شنیدید، نظرات خودتون رو توی کامنت برای ما بنویسید و نتیجه گیری بکنید. من اینجا چیزی نمیگم، این هر دو برای ما عزیز هستن، هر دو ایرانی هستن و امیدوارم که در نهایت مشخص بشه. چون الان اشکان راستش رو بخواید با این گفتن 4 تا دونه چت و اینها باید قبول بکنیم دیگه، اینا اصلا